سلام سرخط خبرها ارجار زنان از خارج شدن کنترل کشور از دست طالبان بازداشت یک جوان در سرپل از سوی طالبان مواجه شدن دختران به امراض روانی زیر سلطه طالبان و روزگار تلخ مردم در آستانه عید ادامه رویدادهای بمدادی از خراسان اینترنشنال فعالان حقوق زنان میگن که کنترل کشور از توان گروه تروریستی طالبان بیرون شده است مکال میگد که طالبان در کنار شهروندان کشور وحشت را بر خانواده های آمریکایی ها نیز تحمیل کردند کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که محدودیت یا بسته کردن فیسبوک توسط طالبان بر آزادی اطلاعات ضربه خواهند زد مؤسسه جورج بوش خواستار معرفی طالبان به عنوان یک گروه تروریستی شد گروه طالبان در سمنگان با تمام ادارات نظامیشان دستور دادند که پس از این از عبور و مرور افراد در شب جلوگیری کنند. طالبان یک جوان را به دلیل نشر مطالب در مورد احمد شاه مسعود در سرپل بازداشت کردند. یک گزارش تازه نشان داده است که ممنوعیت‌های طالبان بر زنان و دختران در کشور باعث ایجاد مشکلات روانی برای آنها شده است. یک منتقد سیاست‌های طالبان پس از 6 روز از بند این گروه آزاد شده است. سازمان ملل می‌گوید که کار بر سر تعیین نماینده ویژه برای کشور جریان دارد. برنامه جهانی غذا میگوید که سال گذشته تعداد افراد مبتلا به سوی تغذیه در برخی از مناطق کشور 3 برابر شده بود. در آستانه عید و روزگار تلخ مردم، شماره از شهروندان میگوید که در رمضان خوش بودیم چون یک وقت نان کمتر میخوردیم. پلیس ایتالیا یک شهروند تاجیکستان را به اتهام عضویت در داعش بازداشت کرد. ترکیه میگوید که اسرائیل درخواست انقره برای ارسال کمک هوایی به غزه را رد کرده است. و دبیر کل حزب الله میگوید که اسرائیل و آمریکا میدانند که پاسخ ایران در راه است. رویدادهای بامدادی را از خراسان در رشنال دنبال کردید. بامدادتان نیکو.